احترام خدمت تمامی دوستان گرامی، دوستان عزیز، به شدت به قولی که بهتون دادم پایبندم. الان به عنوان مثال من برای پروژه اومدم کردستان عراق و الان توی شرایط خیلی ویژه، باز هم طبق قولی که دادم دارم کلیپ رو براتون پر میکنم. چپتر دهم کامند لاین تولز هست، به صورت تئوریکال راجبشون صحبت کرده که انشالله بعد از پایان نتورک پلاس یک دوره تقریبا 3-4 جلسه ای راجب کار کردم و تک تک این کامند ها براتون خواهم گذاشت. بچه ما کامند های مختلفی رو توی محیط CMD داریم که یک شبکه کار خوب کسی که بتونه با تک تک این دستورات بتونه کار کنه. به عنوان مثال ما پروتکلی یا داخل دنیای لند داریم تحت اون ARP یا Address Resolution Protocol که میگه توی این دنیای لند که من هستم فلان IP MAC ادرسش چیه. اوکی؟ چرا؟ چون دنیای لند بر اساس مک کار میکنه. حالا هر موقع یک سیستمی یک بسته یا برای یک IP خاصی میخواد برسونه، نگاه نت آیدیش میکنه. اگه نت آیدیش با خودش یکی بود، میره داخل آرت تیبلش رو میگرده. حالا اگر تو آرت تیبلش بود که اوکی، اگر نبود برادکست میکنه تا پیداش کنه و آرت تیبل خودش با اون طرف رو هم آپدیت میکنه. همینجا یکی از باگ‌های امنیتی میشه، بهش میگن آرت پویزنینگ اتک. این طرف میاد مثلا من میخوام منم و خانم خدادادی و مثلا آقای کیان مهر ها چی کار میکنه؟ میگه که مثلا من میخوام خانم خدادادی حرف بزنم، کیان مهر این وسط میاد میگه چی؟ به من میگه من خانم خدادادیم، بعد به خانم خدادادی میگه من آقای فرحیم. پس موقعی که ما دیتای میخوایم برای همدیگه بفرستیم، میفرستیم برای کیان مهر، طرف میتونه شنود کنه. چرا؟ چون ARP خودش رو اتوماتیک آپدیت میکنه. مثلا من ARP-A بزنم، تمامی IP هایی رو که شناخته باشه به من نشون میده. مثلا من تو این شبکه که الان قرار دارم، گیتویشون 192.168.1.1 که مک اون مودم یا حالا راوتری که وجود داره میبینید به صورت داینامیک شناخته. که حالا مثلا ما میتونیم به خاطر امنیت بگیم بیا این آر کیبل رو به صورت استاتیک ادش کن. یا مثلا دستوری رو داریم تحت عنوان دستور پینگ که میاد یه سری پکت ها رو برای اون مقصدی که ما میخوایم ارسال میکنه. برای اون مقصدی که ما میخوایم ارسال میکنه. 4 تا بسته رو به صورت پیش فرض ارسال میکنه که ما میتونیم از طریق این نیست اطلاعات رو بفهمیم. مثلا 4 تا بسته 32 بایتی رو داره ارسال میکنه، میگه کم تا 32 میلی ثانیه جواب گرفتم و TTLش یا تایم تو لیوش 64 که از روی میتونیم بفهمیم حتی OS طرف چی. اوکی؟ ولی مثلا من میتونم اینجا بیام بزنم داش N 100 تا، یعنی مثلا 100 تا دونه از این پینگ پون، یا داش N مثلا چه میدونم مثلا 6 تا دونه شو برای من پینگ پون که مثلا داش N 100 تا چه کاربردی برای من داره. موقعی تموم میشه 100 تا، خب تعداد پکتی که ارسال شده دریافت و اینکه چند درصد پکت لاست داشته باشه رو به من میگه. مینیمم پینگ تایم هم، ماکسیمم پینگ تایم هم و اوریج رو به من میگه. یا اینکه اگه من بزنم پینگ حالا اون آی پی که میخوام داش تی بی نهایت بار پینگ میکنه و مثلا من باید با کنترل سی اینو استاپ کنم. دستورات خیلی متفاوتی رو اینجا داریم. یا مثلا دستوری داریم تحت عنوان نت ویو. اوکی؟ تمامی دیوایس هایی که از طریق پروتکل نت بایوس، یعنی ما باش توی ورک گروپ باشیم، اگر دیتکتشون کنه همشون رو اینجا به من نشون میده. اوکی؟ من دستورات مختلفی رو داخل همین دستور نت دارم. اوکی؟ مثلا نت کامپیوتر، نت کانتینیو، نت فایل، یا مثلا نت استاپ، یا نت ویو، نت یوز. مثلا دیدید یه پوشه رو مپ میکنیم، یه پوشه شیر شده رو با نت یوز میتونیم مپش کنیم، یا با دستور نت شیر ما میتونیم یه پوشه رو شیر کنیم. اوکی؟ میتونیم یه پوشه رو شیر کنیم. گفتم انشالله بعد از پایان دوره نتورک پلاستون و حالا بعدش که حالا الاستیکستون رو میخوام تکمیل کنم، ولی همین وسط ها یک دوره تقریبا 3-4 جلسه ای براتون میذارم کار کردن با تک تک این کامنت ها. مثلا ما یه دستور داریم تحت عنوان مثلا نت استاتیستیکس. اوکی؟ نت استاتیستیکس. من اگه شیفت و علامت سوال بزنم میگه چی میخوای بعدش بزنم، میگم ورک استیشن. مثلا ورک استیشن، اگه من این تر بزنم دقیقا آمار سیستم منو میگه و من از روی این سیستم میتونم بفهمم سیستم من کی روشن شده، این آماره مال کی بوده براش، تمام SMB میسیج هایی که وجود داشته، سرور میسیج بلاک ها، همه اینا رو به من میگه. اوکی؟ پس داخل این فصل میخوایم با اینا آشناشیم. یا مثلا ما یه دستور دیگه داریم، دستور تریسرت. مثلا من دستور مثلا پینگ 4 تا 8 رو میگم، این آدرس DNS سرور شرکت گوگل، میبینید TTL
من کاری ندارم فعلا واردش نمیشم چی هست، ولی اینو بدونی که عدد یک ست شده و به ازای هر روتر یا بهتر بگم هر هاپی که ازش رد میشه یه دونه از این کم شده. اوکی؟ یه دونه از این کم شده TTL یا Time to Leap. بر اساس همین بسته است که ما میفهمیم به عنوان مثال آقا اگه یه دفعه ببینیم TTL خیلی عوض شده، تو دوره هک و امنیت راجعش صحبت میکنیم، میفهمیم که یه هکر داره این وسط اطلاعات رو شنود میکنه. ولی مثلا اگه من بخوام بدونم دیتا از کدام مسیر رد شده با دستور Tracert-D مثلا 4-8 یا trace route، این روتر های سر راه رو برای من trace کن، به من بگو، به من نشون میده. میبینید اول میرسم به 192.168.1.1، بعد میرسم به IP 10.5، اوکی، بعد 172 فلان، تمام روتر هایی که سر راه وجود داره رو داره به من نشون میده تا موقعی که بخواد برسه به اون مقصد. پس داخل این فصل به صورت خب تئوریکال داره این سویچ ها رو به شما آموزش میده داخل سیستم عامل ویندوز و داخل سیستم عامل لینوکس. اوکی؟ ولی گفتم انشالله یه دوره تقریبا 4-5 جلسه براتون میذاریم که تمام این کامند ها رو داخلش آموزش بدیم، یا مثلا با دستور IP config وضعیت کارت شبکه های من رو بهم نشون میده، تمام کارت شبکه هایی که دارم و IP هایی که روشون وجود داره، یا مثلا با دستور IP config /all اگر من بزنم دیتیل خیلی بیشتری به من میده، حتی لیست تایمشون، DNSشون، همه اینجور چیزا، یا مثلا با دستور get mac mac address اینترفیس های من رو میده، یا مثلا دستور host name اسم دستگاه من رو به میده. دیگه خدمت گلتون عرض کنم مثلا IP config /release IP که من از DHCP گرفتم رو پس میده، یا با دستور IP config /renew یا IP جدید میگیره. آها، ببینید کلی کارهای باحال میشه تو این انجام داد که یک نتورک ادمینستریتور باید به معنای واقعی کلمه با این دستورات آشنا باشه، با اینها فامیلی باشه و باشون کار کنه. یا مثلا خیلی وقتا میبینیم ما نمیتونیم پیج باز کنیم، دلیلش اینه که DNS ما که تو فیلم قبلی براتون توضیح دادم یه اطلاعاتی رو کش کرده که اون اطلاعات اشتباهه. با دستور ipconfig/flush DNS ما میتونیم این کشه رو پاکش کنیم. اوکی؟ میتونیم این کشه رو پاکش کنیم. یکی بچه ما کامپیوترمون ممکنه چندین کارت شبکه داشته باشه. ما همیشه فکر می‌کنیم روتینگ تیبل توی فقط روتره ها، در که اگه ما روت پرینت بزنیم روتینگ تیبل مال کامپیوتر من رو هم داره بهم نشون میده. میبینید این روتینگ تیبل منه، میگه هر سوالی داری برو از 192.168.1.1 بنویس. و یه چیز جالب‌تر این که حتی من میتونم روت بنویسم توی این محیط. اوکی؟ پس داخل این فصل به شما راجع به اینجور دستورات توضیح داده، مثلا پروتکل ARP که من براتون توضیح دادم، ARP داش مثلا اسم میتونید شما استاتیک اد کنید کدام آدرس رو به کدام اینترفیس ها، یکی مثلا وربروس با توضیحات بیشتر به هم بده که راجع به این سویچ ها اومده برامون توضیح داده که خیلی جمع و جوره. انشالله با امید خدا ما این رو توی یه فیلم جداگونه تحت عنوان کامند های قول معروف مورد نیاز یک نتورک ادمنستریتور انشالله بهتون آموزش میدیم. میبینید همین ریلیز و نیو رو فقط این اشاره بهش کرده، ولی انشالله با امید خدا ما خیلی کامل و حرفه‌ای با اینا کار خواهیم کرد. ببینیم دیگه چی به همون گفته. مثلا همین IP config ریلیز حال تو لینوکس خب ماشه if config دیگه. مثلا دستوری داریم nbt stat. اوکی؟ اگه من این رو بزنم تمام nbt stat ما این تمامی به قول معروف دیتابیس مربوط به پروتکل نتبایوس سیستم من رو برام میکشه. یادتون نره ما برای بحث نیم رزولوشن تبدیل اسم به IP و حالا IP به اسم دو تا بحث نیم رزولوشن داریم، یکیش پروتکل قدیمی نت بایوسه و یکیش DNSه که تو دورهای هک و امنیت توضیح میدیم که این NBT استات یا همون نت بایوس به شدت خطرناکه و ما اینا رو همیشه سعی میکنیم غیر فعالش